درود بر شما مخاطبین عزیز با تحلیل خبر در این ساعت در خدمت شما هستیم آنچه در دولت اول سید محمد خاتمی گذشت هاشمی رفسنجانی در میان انبوه انتقادهای چپهای سابق که آرام, آرام با عنوان اصلاح طلبان شناخته می شدند، کار خود را تمام کرد انتقادهایی که بیشترش معطوف به بسته بودن فضای سیاسی و بیتوجهی هاشمی به بحثهایی از جنس آزادی بیان توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی بود. به باور بسیاری از کنشگران سیاسی، آن دوران رأی مردم به خاتمی نوعی نفی سیاست های هاشمی محسوب می شد. البته که در آن دوران، هاشمی هنوز به عنوان نماینده خانش رسمی سیاست ورزی در ایران شناخته می و هنوز تحول سیاسی و فکری او آغاز نشده بود و به همین دلیل چندان عجیب هم نبود که بدنه اجتماعی که معمولا در پی اصلاح امورند نسبت به سیاست های دولت پنجم و ششم منتقد باشند. دوم خرداد 76 و پیروزی انتخاباتی خاتمی در هفتم آبان 1375 بود که میر حسین موسوی گزینه قاطع نیروهای چپ با انتشار بیانیه اعلام کرد که در این انتخابات کاندیدا نمی شود. سپس در 23 دی همان سال مجمع روحانیون مبارز نام سید محمد خاتمی وزیر ارشاد دولت هاشمی را به عنوان کاندیدای خود اعلام کرد و در 13 بهمن حضور سید محمد خاتمی قطعیت پیدا کرد بسیار از مردم و به خصوص تحول خواهان بر این باور بودند که خاتمی شاید برنده انتخابات نباشد اما حضورش در عرصه تنور انتخابات را داغ خواهد کرد در این حین بسیاری از صاحب نظران جناهای مختلف به بررسی این حضور و اظهار نظر در این زمینه پرداختند فصل مشترک تمام این اظهار نظرها آن بود که حضور محمد خاتمی موجب افزایش حضور مردم بر سر صندوقهای رأی می شود. در نیمه دوم اسفند 1375 برخی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نیز به جمع حامیان محمد خاتمی پیوستند این اطلاف از سوی جناه رقیب غیرممکن و سوال برانگیز محسوب می شود. اگرچه این سوال در 27 اسفند 75 از سوی الله مهاجرانی و بسیاری از یاران خاتمی پاسخ داده شد اما همچنان جناه مقابل به این اطلاف با تعجب بینگریست. و گفته می شود که در صورت پیروزی محمد خاتمی در انتخابات در مجموعه هامیان محمد خاتمی اختلاف پیدا می شود. در اسفند همان سال اکثر احزاب و گروه های دست راستی حمایت خود را از علی اکبر ناطق نوری اعلام کردند. البته برخی از آنها از دومین دو کاندیدای جناه راست یعنی محمد مهدی ری شهری حمایت کردند و مجمع روحانیون مبارز حزب کارگزاران سازندگی اعتلاف گروه های خط امام و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از خاتمی حمایت کردند. انتخابات در دوره دوم خرداد 76 برگزار شد و محمد خاتمی با کسب 20 میلیون و 78 رای در دوره نخست و با قاطعیت پیروز انتخابات شد و بعد از آن به ترتیب علی اکبر ناطق نوری با 7 میلیون و 242 ,859 رای رضا زواری با 771,460 رای و محمد محمدی رای شهری با 744,205 رای قرار گرفتند. استیزاه عبدالله نوری دوره اول خاتمی دوره آرامی از نظر رخدادهای سیاسی نبود و اگرچه دولت میکوشید که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی شرایط باثباتی را فراهم کند اما در مجموع به دلیل فشارهای خارج از دولت رخدادهایی به وقوع پیوست که خاتمی در ذکر آنها میگفت هر نهروز یک بحران در دولت وجود دارد یکی از مهمترین رخدادهای مهم دوره اول ریاست جمهوری خاتمی استیزاه عبدالله نوری از وزارت کشور از سوی مجلس راستگرای پنجم بود جناه راست یا همون اصولگرایان در 20 خرداد سال 77 در مجلس شورای اسلامی با 137 رأی از مجموع 270 نماینده حاضر در جلسه استیزاه نوری را برکنار کردند. نمایندگان دلایل استیزاه او را به دادن مجوز برای راه ها و دفاع او از غلام حسینی که عباسچی شهردار وقت تهران عنوان کرده بودند. خاتمی پس از آن او را به معاونت توسعه سیاسی رئیس جمهور منصوب کرد. استیزاه و استعفای مهاجرانی عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی هم در معرض استیزا قرار گرفت به نحوی که سی نماینده مجلس در سال 78 خواستار استیزاه مهاجرانی شدند اما او توانست در جلسه استیزاه رأی اعتماد بگیرد که البته بعد از آن خود مهاجرانی از سمتش استعفا داد در آزر ماه آن سال رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نارضایتی خود از عملکرد مهاجرانی را به سراحت بیان کردند و گفته بودند من از وزارت ارشاد توقع دارم البته آقای مهاجرانی ظاهرا نیستند و خودشان را راحت کردن از اینکه بیایند و حرفهای ما را بشنود به هر حال فرق نمی کند چه ایشان باشند چه نباشند من اعتراضم این است وزارت ارشاد در این دو سالی که ایشان در رأس این کار هستند هیچ کار اسلامی به عنوان اسلامی ارائه ای نداد این اعتراض من است من از رفتار وزارت ارشاد راضی نیستم قتلهای زنجیره یکی دیگر از بحرانهای تلخی که در دوران اول خاتمی به وقوع پیوست قتلهای زنجیره بود هایی که باعث مرگ تعدادی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی شد با توجه به سیاست شدید جامعه نسبت به قتلها و وعده خاتمی برای مجازات عاملین آن بلافاصله به دستور او کمیته ویژه مرکب از علی یونسی رئیس وقت سازمان غذایی نیروهای مسلح علی سرمدی معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی مسئول اجرای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتلها شدند علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی درباره چگونگی شناسایی و دستگیری متهمان گفته بود ما به افراد عمده این گروه یعنی خانی و سید امامی بدون تردید شک داشتیم و حدث قوی میزدیم که قطعا کار آنهاست بنابراین برنامه ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سید امامی میرسد در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقا با آقای یونسی نیز هم نظر بودیم بس بازداشت به ضعیف این, این حلقه فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آنها بود اینها میخواستند مسئله را سریعتر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این آنها را شکست داد ساعت حدود دوازده شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند رفتم دم در و دیدم که بله یک از همین متهمان به در منزل آمده است با او قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم اون صبح اداره آمد و ماجراهای قتل را به من گفت حدود سه ساعت از نه صبح تا 1 بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت من همانجا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده است حداقل این است که بخشهای عمدهای از حدسیات ما درست بوده و میتوان آن را پیگیری غذایی کرد کمیته تحقیق بعد از چندی منحل شد ربیعی درباره منحل شدن آن هم گفته بود در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال کند ما را با مشکل مواجه میکند مردم تصور میکنند که رئیس جمهور پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعه هست کار ما با و مشکل مواجه می شود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم و در واقع آقای رئیس جمهور هم شدند که انحلال کمیته اعلام نشود. با اصرار خاتمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ 15 دی 1377 در اطلاعیه اعلام کرد که ادعی از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل ها دست داشتند. استعفای وزیر اطلاعات در جریان قتل های ای بهمن ما قربان علی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد نجف آبادی بارها در مصاحبه گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات بی اطلاع است دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح هم چند نفر از مسئولان عالی رتبه ی وزارت اطلاعات را دستگیر کردند از این افراد می توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتلها و اکبر خوشگوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد در این نجف آبادی بعدها گفت هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را بر عهده گرفتم سعید امامی معاون بررسی وزارت خانه بود و به دلیل حساسیتی که روی او وجود داشت او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاوره را داد و سپس مصطفی کازمی را به آن دلیل که رابطه نزدیک با جبهه دوم خورداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تایید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده است سعید امامی همچنان به عنوان یکی از متهمان اصلی قتلهای زنجیرهای در زندان بود تا آنکه گفته شد با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است که البته افرادی مانند روح الله حسینیان بر این موضوع شبههایی وارد کردند اعتراضات تیره ۷۸ بسته شدن روزنامه سلام به مدیر مسئولی سید محمد موسوی ها کافی بود تا دانشجویان به این تصمیم اعتراض کنند با وجود اینکه این تجمع با شعارهای تندی همراه بود اما در ساعات پایانی شب به آرامی پایان یافت با این حال بامداد روز 18 تیر گروهی از نیروهای لباس شخصی با همراهی برخی ماموران ضمن حمله به پوی دانشگاه دانشجویان را مورد ضرب و قرار داده ادعی را بازداشت کردند این حمله موج از اعتراضات را در دانشگاه تهران و پس از آن تبریز ایجاد کرد ماجرا در روزهای بعد با خروج دانشجویان از محیط کوی به نارامی هایی در سطح تهران تبدیل شد و در پی ورود گروه های غیر دانشجو به قائله کار به درگیری کشید و طبق گزارش های رسمی دانشجویی به نام عزت ابراهیم نژاد در جریان درگیری ها کشته شد. حمله شبانه به کوی دانشگاه با واکنش شدید مسئولان دستگاه مختلف دولتی مواجه شد. از آن جمله استفای مصطفی معین وزیر علوم وقت بود که در واکنش به این موضوع رخ داد. رئیس جمهور در پاسخی به وزیر فرهنگ و آموزش عالی ضمن رد این استعفا از تلاش‌های آقای معین و دیگر مسئولان در آرام کردن فضای متشنج کوی دانشگاه تقدیر کرد آرامش را اساسی نیاز کشور و لازمه مهم توسعه سیاسی دانست ترور سعید حجاریان 22 اسفند 78 بود که سعید اسکر جلوی شهرداری تهران به هنگام ورود حجاریان به ساختمان شورای شهر او را ترور کرد حجاریان پس از انتقال به بیمارستان نجات یافت اما این ترور را لحاظ جسمانی بسیار ضعیف کرد سعید اسکر پس از این ترور محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شد. همدست او که راننده موتورسیکلت حامل سعید اسکر بود به 10 سال زندان محکوم شد. سعید اسکر پس از گذشت یک سال از زندان آزاد شد. سعید حجاریان درباره ترور خود میگوید برای او 15 سال زندان در نظر گرفته شد اما بعد از یک سال آزادش کردند. جالب اینجاست که ترور من حتی برای اسکر و همدستش پیشینه کیفری هم به حساب نیامد. من در سال 77 روزنامه صبح امروز را منتشر کردم که نقش مهمی در افشای قتل‌های زنجیره‌ای داشت و فکر می‌کنم که کاملا نتیجه بخش هم بود. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.